البته اگه بخوایم با فناوری امروز مقایسهش کنیم، تو ماشین بودنش میشه کمی شک و تردید کرد. اما اگه فقط بدیهیاتی مثل 4 تا چرخ و یه موتور مد نظرمون باشه، خب اون موقع موضوع فرق میکنه. ولی خوب، بد، زشت یا زیبا، پراید فقط یه ماشین نیست. بخشی از زندگی، تاریخ و خاطرات معاصر و جمعی حداقل 2 تا ملته. کلمه پراید به زبان انگلیسی یعنی افتخار. از اولین و مهمترین تولیدات سواری شرکت خودروسازی کیا بود که سال 1365 تو کره جنوبی رونمایی شد. این ماشین ارزون و جمع و جور چیز خاصی نبود جز مونتاژ، سرهمبندی و یک کمی تغییر تو فورد فستیوای آمریکایی یا مزدا 121 ژاپنی. شرکت سایپای ایران 7 سال بعد از کیا، یعنی اوایل دهه 1370، شروع کرد به تولید پراید. طی این 3 دهه کیا پراید کره‌ای به خودرو و بعدش هم خودروهای دیگه‌ای تبدیل شد که هیچ شباهت فنی و ایمنی به پراید دهه 1360 ندارن. اما تو تمام این 30 سال پراید ایرانی با یک کمی تغییر تو ظاهر و آرایش گیسو ابرو تقریبا همونی موند که بود. سایپا 111. 50 سال پیش ایران و کره جنوبی داشتن با هم وارد یک دوران تازه می‌شدن. واسه همین برای کمک و دوستی اسم پایتخت‌هاشون رو روی 2 تا خیابون تازه ساخت گذاشتن تا نمادی از شکوفایی اقتصادی توی شرق و غرب آسیا باشه. 50 سال، 60 سال از اون دوران می‌گذره و ایران و کره جنوبی دیگه هیچ شباهتی به هم ندارن. در مجموعه در جستجوی پراید با من توماج تاهباز همراه بشین تا توی جغرافیا و تاریخ معاصر کره جنوبی سفری بکنیم تا از این تغییرات 50 ساله بشنویم، تغییراتی که جهانی رو دگرگون کرد. قبل از اینکه کره جنوبی به یک کشور پیشرفته تبدیل بشه، کشوری بود زخم خورده از سالها استعمار، جنگ و دوپارگی. جنگ دو کره تو 3 سال 3 تا 5 میلیون قربانی گرفت. شهر و روستا رو به ویرانه تبدیل کرد. تو ساله اول پس از جنگ وضعیت تو کره شمالی به مراتب بهتر بود. وقتی کره شمالی داشت از نظر صنعتی با سرعت پیشرفت می‌کرد، کره جنوبی درگیر فساد گسترده‌ای بود و کمتر کسی حتی تصور می‌کرد قراره توش معجزه رخ بده. اما این معجزه رخ داد. تو 40 سال اخیر تولید ناخالص داخلی کره از 100 میلیارد دلار به 1800 میلیارد دلار رسیده و تورم از 30% به 1.5%. کره حالا جزو 10 کشور اصلی صادرکننده فراوری تو جهانه. در رأس صنایع نیم رسانا قرار داره. یعنی خیلی ساده، بدون کره انبوهی از وسایل از کار میافتن، از گوشی تلفنی که دستتونه تا کامپیوتر، از خودرو تا هواپیما و فضاپیما. و همه اینا داستان کره همین 4-5 دهه اخیره، نه یک کشوری که 200-300 سال پیش توش انقلاب صنعتی رخ داده باشه. تقریبا همین 50 سال گذشته. در جستجوی پراید به دنبال اون چیزی که تو این سالها گذشت از سئول و اطرافش شروع میکنیم، جایی که محل سکونت نیمی از مردم کره است. به اینچان میریم، جایی که نیروهای متحد آمریکا برای جنگ کره از اونجا وارد شدن و تاریخ کشور عوض شد. به گوانگجو میریم، جایی که دومین کارخونه بزرگ کیا برپا شد و در این حال محل وقوع تحولاتیه که در نهایت به دموکراسی تو کره جنوبی انجامید. به اولسان میریم، شهری که انقلاب صنعتی کره بدون اون بی‌معنی میشه. در جستجوی کی‌پاپ و موج نوی فرهنگی کره، راهمون به بندر بوسان میفته. و البته واسه دیدن تاریخ و عقاید قدیمی و کهن کره و همینطور دودمانی که 1000 سال قبل از ماشین پراید با ایرانی ها رابطه داشت، به پایتخت باستانی کشور یعنی گیانگجو میریم. راهی طولانی و پرپیچ و خم که از کوچه پس کوچه ها، بندرها، شهرها و روستاهای این کشور قدیمی عبور میکنه تا دوباره به امروز برسیم.